بقیه تو در جواد عزتی خیلی دوست داشتنی و مهربونه و اصلا اساسا بله دقیقا خیلی خیلی ماشاءالله ماشاءالله قربونه برم ماشاءالله. سلام. ایوا دستمال کاغذی هم دارم. چیکار کنم؟ آه این مراسمشه. آه خیلی متشکرم. خواهش میکنم. چقدر از کرونا دور شد. خیلی متشکرم. ببخشید. میلیون بار به خودم میگم این سری زیاد نخندی یا یه ذره سنگین میشی تو به خندات معروفی عزیزم تو خیلی قشنگی با خندات اینقدر امروز خندیدیم خیلی با جواد کار کردم ولی یه سختی داره تمرکز تو خیلی سخته در برابر جواد نگه داری چون خوشمزه است ببین مثلا یه دفعه نشسته بود داشتن برای کلوزاپش دوربین رو چه ستاپ میکردن بعد فیلم بردار گفتش که جواد جان پوزیشنتو بگیر جواد گفت اینجوری هم دارم یه دونم اینجوری دارم کدومشو میخوای اینجوری ده مدل برام دیگه اونجا تو نمیتونی تمرکز کنی بزرگم گذاشته بودن مستر پرایم هر دفعه که این چیز میکنم من اینجوری میکنم گفتم ببخشید من حواسم پرت شد خیلی بزرگه لنزت لنزه من یه دوربین دیگه بود گذاشته بودم روش انقدر بود بعد دوربین که پام میکرد من اینجوری بودم گفت آقای زدی دیدین چشم افتاد ببخشید یکی دوباره تفلگ اولش نگفتم دوباره دوربین آره پام میکرد من رو این بر بود دوباره اینجوری میکرد گفت نگاه که میگم ببخشید این لنزه انقدر گنده است من حواسم یه پرد میشه نمیدونم مال چه دوربینی بود روش بهش خورونده بودن چند تا بازیگر داریم که کمدی رو بتونه اینقدر کمدی و جدی رو اینقدر جدی بازی کنه بیا 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 آقای ذاتی خوبی؟ آره چطوری؟ تو فکر بودم یه او دیدمت کیه رفیقتون؟ رفیق این برنامه تو که آوردی؟ منو لو بدم دیمی؟ آره به کوی صحنه است؟ زورش صحنه چه میخوایم؟ یه رفیق خوب یعنی؟ جملاتی که تو ذهنم خیلی خلوف آمیزه برای همین ترجیح میدم که الان نگم خیلی قلوب داره توش این استقبال جواد عزتی عزیز
بله بله یادو هایی میکنی که اینجا نبرد بزنیم یه دیگه درست آفتاق میزنم درست دارم میگم بعد میبینه مرد میده آقای درست منم بیافتم اونم یه زمین ورزشی بود گفتن این به اونا میگن گلایدر یا پاراگلایدر یه چی بشه نمیدونم یه چیزی یعنی هم چتر داری هم این باد بزنه میدوی میرفت هوا با یه و بعد دیگه پرواز میکردی پاراگلایدر میگن دیگه نه از پاراگلایدر میگن آخه پاراگلایدر مگه از ارتفاع نمیان پایین این از پایین میرفتن بالا پارا هلیکوپتر یه پنکه مثلا. داره یه دونه چتر اینجوری میره بالا اینو چیز من خیلی هم دلم خواست برم هم خیلی ترسوام خیلی خیلی دوستان چند نفری رفتن جواد گفت که منم میرم گفتم که مطمئن گفت آره منم میرم خانم توسلی هم بود آقای مصفا خانم توسلی هم رفته بودن دیگه ما همه قوت قلب گرفته بودیم من اومدم برم جواد گفت که من میرم گفتم خب پس بعد جواد من آقا این رفت بالا مثلا 20 متری فکر کنم بیشتر و یه دفعه سقوط کامل یهو موتورش خاموش شد سقوط کامل و روی سقف یه جا فرود اومد فرود اومد؟ بله بله این سنگ این سنگ آه. اصلا نمیدونی همینطوره اون فیلمش هست خانم توسلی میدونه میگه یا امام زمان آره، آره. ما هم دنبالش و من گفتم هم خیلی ناراحت بودم هم خیلی بودم من قرار بود گفتم رفیق به این میگرد دیدی چه کرد میگه رفیق به این و رفتیم دیدیم که اول گفت هیچی نشده آره و کجا افتادی؟ ببین یه ورود 20 متر که رفت بالا یه موتور خاموش شد به محضی که خاموش شد من پشت سرم این آقای نشسته بود گفتم که خاموش شد گفت نه ترسیا گفتم نه ببین همه اینا تو یه ثانیه تو این سنگ شدی نه هشت دیگه رو زمین نه و ببین نمیدونم چه جوری ما زنده موندیم این سنگ خوردیم زمین احتمالاً خوردیم روی یک دیوار دیوار آره یک دیوار اینجوری چیده بودن روی دیوار خوردیم روی دیوار دوباره بلند شدیم دوباره خوردیم زمین برگشته پرسیده موتور خاموش شد پشت سری گفته ببخشید آره خواهش میکنم آره همین اتفاق افتاد بابا تو چه یادت بود آخ آخ مگه میشه اون صحنه رو یادم بره چه شانس آوردی پس آره خیلی ولی من اگه بودم زنده نمیموندم چرا؟ آخه از اون ارتفاع راست نمیشه زنده بود من نمیدونم تو چرا زنده موندی خدا دوستش داشت آره آفرین آفرین خدا دوستت داشت و دوست و اونجا یه پیرمرد یادمه که اهالی چون ما بلند شدیم اومدیم تو یکی از کوچه پس کوچه ها دیگه یه پیرمرد اولین چیزی که به من گفت همین بود من از ضربه‌ای که خورده بود زمین حالا از روی استرس بوده هیجان بوده یا هر چیزی بود قهر قهر میخندیدم مثلا آره آره آره. تو فیلم هم هست پیرمرده فقط اومد جلو همین رو گفت گفت خیلی خدا دوستت داشت من حالا اون موقع به صد چیز فکر میکردم یکی که خیلی ناراحت بودم اول اینو بگم واقعا دوم خیلی وحشت زده بودم بعد گفتم من باید میبودم بعد گفتم فقط سه روز دیگه از فیلم برداری مانده و درس بزرگ هیچ وقت وسط فیلم برداری کسی پاراگلایدر سوار نشه یه سکانس ما داشتیم یه سکانسی میدونیم تو باید اینو بلند که اجراش کرد یادم نمیاد چرا؟ من و شهاب یه سکانسی بود باید میدویدیم و خیلی وحشت زده بود برای یک سریالیه خیلی آره سرزمین کن وحشت زده بعد میدویدیم و یک آدمی والا پشت سر اون باید با اسلحه میومد به ما ایست میداد ما داشتیم بازی میکنیم دیدیم یه لحظه پشت سرم نگاه کنیم دیدیم یه نفر اینجوریه ایست خودش هم خودش رو اسلو موشن کرده بود
ایست بعد قرار بود رسید اینجا یه مکس کنه بعد چلیک کنه اینجوری که من رو شما باستادیم و به خدا یه نگاهی به هم انداختیم و یادته بعد حالا چی کار کرد؟ در نمی اومد، هی بهش میگفتن که در نمی اومد، بهش میگفتن آقا تو میدویی بیا این مکس رو بکن، بعد یه جل تفرکی هی شل میگفت ایس آره هی یه چیز توی مایا، بعد جواد یهو گفت سب کنیم من الان مشکل رو حل میکنم من بخشی من اونجا بخلایش جواد من گفت عزیزم ببین اینجوری نیست، تو میای با این اسلحه میای بای میستی یه چرخ میزنی ببین من همونجا پاشیدم دیگه این خیلی یه دفعه اون خاطره رو من یه بار تعریف کردم یه گفتم یه بار اینو حالا خودش هم هست خودش بعد بگه اینجا؟ بله همینجا بله چیو تعریف کردی؟ بیا اوه این خیلی بانمک بود میدونی تو سروش؟ بله ببین اینجوری بود ایم نداره اینجا میتونیم بگیریم چون میخوام دیوار باشه ما اینجا بودیم دوربین این لبه رو میگرفت ما باید وارد میشدیم دستیار اینجا بود تو کادر نبود یه ذره عقب اینجا حالا مثلا تو کادر نبود یعنی اینجا دیگه همینجا دستیاره میخواد به ما علامت بده که دوربین را افتاد ما بیایم ما از اینجا داریم میایم دوربین اینجا اینم اینجا بیا من رفت بگدم من الان دستیاره بشم بیا بودم آروم باش یه فیلم دیگه داری بازی میکنیم این حتما تو پشت صحنه های اونجا هست خب هیچ کنون من انتظار نداشتیم این گفت بیا جواد رفت گفت باشه ما میایم اینقدر ناراحت نکن خودتو عزیزم تو جوونی اینا همه پشت دوری گودم بیرین یه بوری یه با ما بخور بچه یه با ما بین بدین خیلی یادش بخیر یادش بخیر جواد عزتی وقتی هست تو مجبوری اونو لوس کنی من فکر کنم تو نمیفهمی جواد خیلی لوسه جواد عزتی به خدا آس میگه جواد باش بودم یه خاطره بگم براتون از جواد سر کار حسین اگر ایرادی نداره آقا ما سر ماجرای نیمروز آشنا شدیم یه 4-5 روز گذشت و بعد بالاخره گفتم این بازیگر معروفه منم معذب بودم هی هم می اومد و خیلی رفیق جواد جز رفیقای درجه یک من جواد اصلا خیلی حرف نداریم هی میشستیم آقا من نوشابه میخوردم میگفت این نوشابه اصلا سم این نمیدونم صفرا و بلغمی رو میریز آقا گفتم بله 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 احترام میذاشتم و هی گفت ترشی داری آقا تو صحنه داری سیگار میگو بله ببخشید اینا ماستو با پلو میخوری آره هر کار بعد مثلا سردی رو با اینو پونه رو با مثلا فلان چیز دم کن بعد منم هی احترام ده. بله بله بعد خودش یه شیلنگ تو کلیهش بود شیلنگ بیرون بود بعد کبدش تزریق میکردن نمیدونم قلبش میبردیم جدی؟ آره یه مشکلی پیدا کرد دیگه یه روز آقا نشسته جواد کلیه حالی داره اقراق میکنه نه کلیه شنگ داشت آقا شنگ داشت به خدا آره خودش تایید میکنه موقت گذاشته بودم براش حالا جواد ببینه منو میکشه آره. بعد آقا دوباره دیگه یه 7-8 روز گذشت من هی میگفتم بله شما درست میفرمایید اینقدر درد کشید سر صحنه بردنش مورفین اینا بسادن به خاطر سنگ کلیه اینا سر صحنه نصیحت میکرد سر قضا بخور با آبیش بعد دیگه من بعد 8 روز خسته شدم گفتم آقای عزتی تو اصلا صلاحیت این که راجب سلامتی حرف بزنی رو نداری
رفتم ولم کن آقا، من اصلا من نوشابه میخورم غذا، ولی هیچ نه شیلنگ دارم نه کبدم مشکل داره. جواد خوابیده بود کف زمین. آره دست دستم بردار، تو هیچ چیز سالم نداری. آره میخوام سالم باشم اگه سلامتی تو، یعنی تو، من نمیخوام اصلا اینو. آره دیگه جواد میگم یک ساعت داشت میخندید بنده خدا، دیگه الان میترسه به من توصیه کنه اصلا. آخه ولی ایشالله خدا سلامتش بده. ناراحت شدم؟ نه خوبه خوبه. چهار سال پیشینا بود، چهار سال پیشینا. بله بله. یه سنگ هر دو سه ماه بار درست میکنه میره میندازه. آره آره شما آوردیم میگفت اتفاقا بازیگری فایده نداره، بعد برم تو کار سنگ. آره آره جواد تو از کلیت شروع کرد تولیدش، همه چی یه شوخی درست میکنه جواد. جواد عالیه. من یه خاطره حیرت انگیز ازش دارم، نمیدونم تعریف کنم. آره. ما سر یه سریالی کار میکردیم، سرزمین کهن کار میکردیم، بعد دوربین رفته بود توی کوچه و ماها همه بیرون کوچه بودیم، قرار بود اینا بگن حرکت و ما وارد کوچه بشیم. ما یعنی شما جواد؟ بنده جواد یه تعدادی جمعیتی بودیم. بعد عرض کوچه واقعا یه ذره بیشتر از این میز بود. بعد رفتن تو کوچه و گفتن که آماده و اینا. یه دستیار کارگردان داشتیم، خیلی هیجان کار داشت بنده خدا. رفت به این فاصله انقدری وایسه اینجا کرد آماده؟ ما یه نگاهی کردیم و اونا گفتن حرکت. گفت بیا بیا. جواد رفت وسط گفت عزیزم ما شما میان. نگران نشو، به قلبت فشار نیار. آره باشه ما میایم، بازم میایم هر چند دفعه تو بگی. ببین من دیگه اینجوری پهن زمین بودم، انقدر این جواد بامزه است. توانایی تبدیل هر موقعیت تراژیک رو به کمدی داره. آره جواد آره. خیلی قشنگ بود. جواد یه چیزی داشت، حالا شد خاطرات جواد. آره، بزرگ داشت جواد. جواد یه کار بامزه میکرد. موقعی که داشتن فوکوسش رو میگرفتن تو نقاط مختلف، مثلا فیلم مردم میگو جواد جای بازیت کجاست، مثلا میگفت اینجا خوبه، میگی بعد به فیلم بردار میگفت، میگفت یه دونه اینو دارم جنسش هم خوبه، اینم هست. بازار مشترکه، این بازار مشترکه. الان یه صحبت جاش خالی، الان صحبت سر همش جواد. مثلا یکی از ایراداش میگه من فیلم ده فرمان که میبینم داستان حضرت موسی، نمیفهم چرا صدای جانبه اینو گذاشتن جای حضرت موسی حرف بزن. این اعضا رو میذارن الان چی رفتن یه از این صدایی؟ اساسی زندگی شد، یعنی همه جا میپرسه چرا جانبه اینو گذاشتن جای حضرت موسی صحبت کنه. آخه